ساحت حضور. حضور چیزی نیست که تو فکر میکنی. پرسش: شما مدام درباره حضور به عنوان کلید سخن میگویید. من اینو میفهمم، اما نمیتونم تجربهش کنم. نمیدونم اون چیزی رو که میفهمم همون حضوره و یا اینکه حضور چیزی کاملا متفاوت. پاسخ: حضور چیزی نیست که تو فکر میکنی. نمیتونی حضور رو با فکر خود بفهمی. ذهن نمیتونه حضور رو بفهمه. فهم حضور همون حضور داشتنه. تا حاضر نباشی حضور رو نمیفهمی. این آزمایش رو انجام بده. چشمان خود رو ببند و به خود بگو: نمیدونم فکر بعدی من چه خواهد بود. اون وقت هوشیار باش و منتظر فکر بعدی خود. مثل گربه‌ای باش که سوراخ موش را می‌پاید. چه فکری از این سوراخ موش بیرون خواهد آمد؟ این آزمایش رو همین الان انجام بده. پرسش: به نظر می‌رسه باید مدتی طولانی انتظار بکشم تا فکری به ذهنم بیاد. پاسخ: دقیقاً همینطور. تا وقتی که در حالت حضوری پررنگ هستی، از فکر رها هستی. تو آروم اما در عین حال کاملا آگاه و هوشیار هستی. به محض اینکه توجه آگاهانه تو فروکش میکنه، فکر پا به میدون میذاره. سر و صدای ذهن بلند میشه. آرامش از میان میره. تو باز به زمان برمیگردی. بعضی از استادان زن برای اینکه میزان حضور شاگردای خود رو بسنجند، آروم از پشت سر اونها می اومدن و ناگهان با یک چوب دستی نازک به سر اونها می کوبیدن. اگه شاگردی در حالت هوشیاری به سر می برد، متوجه حضور استاد در پشت سر خود می شد و جا خالی می داد. اما اگه ضربه چوب دستی استاد رو نوش جان می کرد، این مکافات فرو رفتن او در فکر بود. مکافات غیبت و ناهوشیاری. حفظ حضور هوشیار خیش در زندگی روزمره به تو کمک می کنه که در خیشتن خیش ریشه ای عمیق داشته باشی. در غیر این صورت ذهن مثل سیلی عظیم جاری می شه و تو رو با خود می بره. پرسش: منظور شما از ریشه داشتن در خیشتن خیش چیه؟ پاسو: منظور اینه که تو کاملا ساکن بدن خیش باشی. یعنی همواره متوجه میدان انرژی بدن خود باشی و بدن خیش رو از درون احساس کنی. هوشیاری نسبت به بدن تو رو حاضر نگه می‌داره. این هوشیاری لنگر تو در دریای لحظه حاله. معنای پیچیده انتظار. به یک معنی حالت حضور رو میشه به انتظار تشبیه کرد. مسیح در بعضی از حکایت‌های خود تشبیه انتظار رو به کار برده. این انتظار از نوع انتظار ملال‌آور و پر استرابی نیست که پیش از این درباره اش سخن گفته. اون انتظار نفی لحظه حاله، در حالی که در این انتظار توجه تو معطوف به نقطه‌ای در آینده نیست و لحظه حال هم به عنوان مانعی برای رسیدن تو به خواسته ها تلقی نمیشه. این انتظار ماهیتی کاملا متفاوت داره و مستلزم هوشیاری کامل توه. ممکنه در این لحظه حادثه بسیار مهم رخ بده و اگه تو غایب باشی و حضور نداشته باشی، محروم خواهی موند. این انتظاریه که مسیح درباره اون سخن میگه. در این انتظار تمام توجه تو معطوف به لحظه حاله. بنابراین جایی برای خیال بافی ها، فکرها، دغدغه ها، یادها و چشم داشت ها باقی نمیمونه. در چنین انتظاری عصبیت و ترس وجود نداره. فقط حضوری هوشیارانه وجود داره و بس. تو با تمام وجود خود حاضر هستی. با تک تک سلول های بدن خود. در این حالت من که گذشته ای داره و آینده ای، یعنی شخصیت، به دشواری میتونه وجود داشته باشه. با وجود این
چیزی که ارزش داشته باشه از دست نرفته. تو اساساً خودت هستی. در واقع تو بیش از پیش خودت هستی. باید بگم که فقط در لحظه حال که تو میتونی حقیقتاً خود باش. مسیح میگه همچون خادمی باش که انتظار آمدن آقای خیش را میکشد. خادم نمیدونه که آقاش کی از راه میرسه. بنابراین بیدار، هوشیار، گوش به زنگ و آروم میمونه. مبادا بی حضور هوشیارانه او آقایش سر برسد. در حکایتی دیگه مسیح از 5 زن بی مبالات یعنی ناهوشیار سخن میگه. زنانی که به اندازه کافی روغن برای چراغ یعنی هوشیاری ندارند تا چراغهای خود رو روشن نگه دارند یعنی حاضر باشند و بنابراین داماد یعنی لحظه حال می آید و می رود و آن زنان به جشن عروسی یعنی روشن شدگی نمی رسند. این 5 زن با 5 زن دیگه مقایسه شدند که برای روشن نگه داشتن چراغ به اندازه کافی روغن دارند، یعنی هوشیاری خود را حفظ می کنند. حتی کسانی که متون کتاب مقدس را نوشتند معنای ژرف این حکایت ها را نفهمیدند. به همین دلیل بود که بسیاری دچار سوء تعبیر و تفسیر شدند و راه را عوضی رفتند. به دنبال تفسیرها و تعبیرهای غلط از این حکایت‌ها معنای حقیقی آنها گم شد. این حکایت‌ها درباره آخرالزمان نیستند، بلکه درباره پایان زمان روانی هستند. این حکایت‌ها به استحاله ذهن نفسانی و امکان زیستن در حالتی کاملا تازه از آگاهی اشاره می‌کنند. زیبایی در بستر آرامش حضور تو می‌شکفد. پرسش: من گاهی برای مدتی کوتاه اون چیزی رو که شما هم اکنون شرح دادین تجربه میکنم، یعنی زمانی که تنها هستم و طبیعت منو احاطه کرده. پاسخ: آری، این لحظه های کوتاه غیبت ذهن و حضور کامل تو همچون برق اشراقن، گرچه این لحظه های کوتاه موجب دگرگونی بنیادی پایدار نمیشن، اما قدر آنها را بدان، چون طعم روشن شدگی رو به تو می چشانند. این حالت ممکنه بارها برات اتفاق افتاده باشه بیان که آنها را بشناسی و یا اهمیتشان را بدانی. درک زیبایی، شکوه و قداست طبیعت مستلزم حضوره. آیا تا کنون به آسمان پرستاره و بی‌منتهای شب نگاه کرده ای؟ آیا با دیدن آن همه شکوه و جلال و آرامش حیرت نکرده ای؟ آیا تا کنون حقیقتاً به صدای جویبار در دل کوه گوش سپرده ای؟ یا به صدای آواز خوش پرنده در یک غروب تابستانی آرام؟ هوشیاری نسبت به این چیزها مستلزم خاموشی ذهن. باید برای یک لحظه کولبار شخصی دغدغه ها گذشته و آینده و همه دانسته های خود را زمین بگذاری. در غیر این صورت نگاه می کنی اما نمی بینی. گوش می سپاری اما نمی شنوی. حضور کامل تو لازمه. ورای زیبایی صورت های بیرونی حقیقت دیگه ای هم هست. چیزی که نمی شه نامی بر اون نهاد. چیزی وصف ناپذیر. حقیقت قدسی که در اعماق وجود توه. هر جا که زیبایی هست این حقیقت درونی می درخشه. این حقیقت هنگامی خود رو به تو نشون می ده که حاضر باشی. آیا این حقیقت بی نام و بی نشان و حضور تو یکی نیستن؟ آیا این حقیقت می تونه بی حضور تو باشه و احساس بشه؟ به دل این حقیقت شیرجه بزن. خودتون رو کشف کن. وقتی اون لحظه های حضور رو درک می کردی، نمی دونستی که موقتاً در ساحت بیذهنی به سر می بری، چون شکاف بین درک این لحظه ها و جریان فکر بسیار کوتاهه. ممکنه لحظه های اشراق تو چند ثانیه بیشتر طول نکشیده باشه، اما این اتفاق افتاده، وگرنه نمی تونستی زیبایی رو درک کنی. ذهن از فهم زیبایی و آفریدن اون ناتوانه. وقتی برای چند ثانیه با
با تمام وجود خود حضور پیدا کرده ای، اون زیبایی و قداست رو تجربه کرده ای. به دلیل کوچکی شکاف یاد شده و نیز به دلیل ناهوشیاری تو، احتمالاً نتونستی تفاوت اساسی بین تجربه بلاواسطه زیبایی و تفسیر اون رو دریابی. یعنی شکاف زمان چنان کوچک بوده که اون دو رو یکی پنداشته ای. با وجود این، حقیقت اینه که وقتی فکر ظاهر شده، تجربه تو هم به خاطره‌ای تبدیل شده. هرچی فاصله بین زمان و تجربه بیشتر بشه، تجربه های تو هم ژرف‌تر میشن، یعنی آگاه‌تر و هوشیارتر میشی. بسیاری از آدم ها چنان زندانی ذهن خیشند که برای اونها زیبایی طبیعت اصلا وجود نداره. ممکنه که بگن چه گل قشنگی، اما این گفته اونها چیزی نیست مگه برچسب زدنی مکانیکی و ذهنی، چون اونها سکون و آرامش ندارن، حضور ندارن، گل رو حقیقتا نمی بینن، ذات گل رو احساس نمی کنن، قداست گل رو احساس نمی کنن، همونطور که خود رو نمی شناسن، ذات خود رو احساس نمی کنن، قداست خود رو احساس نمی کنن. فرهنگ ما زیر سلطه ذهنه، به همین دلیل بسیاری از آثار هنر مدرن، معماری، موسیقی و ادبیات فاقد زیبایی و عمقند. البته استثناهایی هم وجود داره. دلیل این موضوع اینه که آفرینندگان این آثار حتی برای یک لحظه هم نتوانستند خود رو از اسارت ذهن خیش برهانند. به همین دلیل نتوانستند به جایی در درون خیش برسند که سرچشمه همه آفرینش ها و خلاقیت هاست. اگر ذهن رو به حال خود رها کنی، چیزهای زشت و بدقواره می آفریند. و نه تنها در گالری های هنری، به فضای شهری پیرامون خود نگاه کن. ببین آدم های اسیر ذهن چگونه در کوچه و خیابان و خانه های زشت زندانی شدند. تا کنون هیچ تمدنی این همه زشتی به بار نیاورده است. تجربه آگاهی ناب، پرسش: آیا حضور و هستی یکی اند؟ پاسخ: هنگامی که تو نسبت به هستی آگاه میشی، در واقع این هستیه که از خود آگاهی پیدا کرده. هنگامی که هستی نسبت به خود آگاه میشه، حضور تحقق میابه. از اونجا که هستی، آگاهی و حیات مترادفند، میتونیم بگیم که حضور همون آگاهیه که از خود آگاه میشه، یا حیاته که به خود آگاهی میرسه. اما خود رو گرفتار کلمات نکن و سعی نکن این نکته رو با ذهن خیش بفهمی. پرسش: اون چیزی رو که گفتید نفهمیدم، اما به نظر میرسه که گفته شما متضمن این نکته است که هستی، این واقعیت متعالی، در مسیر کماله. آیا کاملتر شدن برای هستی قابل تصوره؟ پاسو: آری، اما فقط از نظرگاه محدود جهان که ظهور و جلوه است. در کتاب مقدس از قول خداوند آمده: من آلفا هستم، من اومگا هستم، منم آن ذات زنده. در ساحت بی زمان هستی که ساحت تو هم هست، آغاز و پایان، آلفا و اومگا یکی‌اند و ذات همه اشیا که بودند و هستند و خواهند بود، به طور جاودانه در ذات تجلی نایافته یگانه حضوری کامل و تمام داره. این ساحت به تعبیر ابن عربی، عارف برجسته مسلمان، توریست ورای تور عقل. یعنی با ذهن و عقل نمیشه اون رو فهمید. در جهان ما که جهان کثرت هاست، کمال بی زمان نیز مفهومی تصور ناشدنیه. در جهان کثرت ها حتی آگاهی هم که نور ساطع از سرچشمه جاودانگیه، دستخوش کمال و نقصان میشه. اما این کمال و نقصان به دلیل محدودیت فهم ماه. ورای عالم کثرت ها کمال و نقصان معنایی نداره. با وجود این،
اجازه بده کمی درباره تکامل آگاهی در این جهان سخن بگم. هر آنچه که هست از هستی برخورداره و بندازه وسع خود از آگاهی برخورداره. حتی سنگ ها هم آگاهی دارن. اگر چنین نبود نمیتونستن دوام بیارن و اتم های اونها از هم میپاشی. همه چیز زنده است. خورشید، زمین، سیاره ها، حیوانات، انسان ها. همه اینها مراتب ظهور آگاهی هست. هستیه که خود رو در صورتهای گوناگون پدیدار میکنه. وقتی آگاهی بیشکل و بیزمان خود رو در صورتها و مظاهر عالم پدیدار میکنه، جهان پدیدار میشه. به میلیونها صورت گوناگون حیات بر روی کره زمین نگاه کن. در دریا، در خشکی، در هوا. هر یک از این میلیون ها صورت حیات خود رو در میلیون ها صورت دیگه تکثیر میکنه. برای چی؟ آیا کسی یا چیزی داره با صورت ها بازی میکنه؟ این پرسشی بود که روشنان باستانی هند طرح کردن. اونها جهان رو لیلا نامیدن. بازی خداوند. البته در این بازی صورت های فردی زندگی از اهمیت زیادی برخوردار نیستن. در دریا بیشتر صورت‌های حیات پس از اون که به دنیا میان دقایقی بیش نمی‌پایند و از بین میرن. صورت انسانی هم خیلی زود به خاک تبدیل میشه و وقتی میره چنانه که گویی هرگز نبوده. آیا این حقیقت غمبار یا ظالمانه است؟ اگه در کسرت‌ها وحدتی نبینی چنین است. اگر برای هر صورت ذاتی جدا و مستقل فرض کنی و فراموش کنی که هر صورتی مظهر یا محل ظهور ذات الهیه چنین می شود. اما تو از درک این وحدت عاجز خواهی بود مگر آنکه ابتدا ذات ایش رو به عنوان آگاهی ناب شناخته باشی. اگه در آکواریوم تو یک ماهی کوچولو به دنیا بیاد و تو اون رو مثلا مایکل صدا کنی، برای شناسنامه ای صادر کنی، درباره شجر نامش با اون حرف بزنی و دو دقیقه بعد اون ناگهان توسط ماهی بزرگتری بلعیده بشه، تو این حادثه رو غمبار تلقی میکنی. اما این حادثه زمانی غمبار تلقی میشه که تو برای ماهی کوچولو خودی مستقل و جدا از دیگران قائل شده باشی. چنین خودی وجود نداره. تو یک جز رو از یک کل کامل بیرون کشیده ای و برای اون هویتی جدا قائل شده. آگاهی ماسک صورت‌ها رو به چهره می‌زنه تا اینکه اونها به چنان قابلیتی می‌رسند که عین آگاهی میشن. اما آگاهی عین این صورت‌ها نیست. انسان امروز خود رو عین این صورت فیزیکی و روانی فرض کرده و از فنای این صورت می‌ترسه. این ذهن نفسانیه که می‌ترسه و همینجاست که خطاهای بسیار زاده میشه. چنین به نظر میاد که خطایی بر قلم سن رفته، اما چنین نیست. هرچی هست بخشی از لیلاست. سرانجام درد و رنجهای ناشی از کسرتگرایی و جداپنداری باعث میشه تا آگاهی خود رو از صورتها جدا کنه و از خواب صورتها بیدار بشه. به این ترتیب آگاهی خودآگاهی خود رو پیدا میکنه، اما در سطحی بسیار ژرف‌تر از جایی که اون رو گم کرده بود. به تعبیر رومی، نیی که از نیستان جدا شده سرانجام به اصل خیش باز می‌گرده. اما این نیستان همان نیستان گم شده نیست، بلکه مرتبه ژرف‌تر و متعالی‌تر. مسیح این روند رو در حکایتی بیان کرده. حکایت فرزند گم شده که خانه پدری رو ترک می‌کنه. همه دارایی‌هاش رو از دست میده، تهی دست میشه و سرانجام مجبور میشه به خانه برگرده. وقتی او به خانه برمیگرده، پدر بیشتر از پیش به او مهر می‌ورزه. این فرزند به ظاهر همون فرزنده، اما همون فرزند نیست. بودی ژرف و ابعاد او اضافه شده. این حکایت درباره سفر گنج پنهانه که میره و از خلال تعینات و صورت‌ها و شرها میگذره و گنجی شناخته و آشکار میشه.
بدین سان کمال ناخودآگاه کمال خودآگاه میشه. آیا تا اینجا اهمیت ژرف‌تر و مهمتر حضور پیدا کردن به عنوان ناظر ذهن رو دریافته ای؟ هرگاه که ذهن رو مورد نظارت و مشاهده قرار میدی که به اون محاسبه نفس هم میگن، در واقع آگاهی رو از بند صورت‌های ذهنی میرهانی. معنای مشاهده ذهن همینه. به این ترتیب مشاهده‌گر یعنی آگاهی ناب رها از صورت‌ها نیرومندتر میشه و ذهن ضعیف‌تر. وقتی درباره مشاهده ذهن سخن میگیم، در واقع از رویدادی سخن میگیم که حقیقتاً دارای اهمیتی کیهانی است. توسط تو که آگاهی از خواب یکی انگاری خود با صورت‌ها میرهه و خود رو از صورت‌ها جدا میکنه. وقتی آگاهی خود رو از دام یکی انگاری با صورت‌های فیزیکی و ذهنی رها میکنه، چیزی میشه که میتونیم اون رو آگاهی روشن شده ناب و یا حضور بنامیم. عده‌ای به این آگاهی رسیدند و انتظار میره عده بیشتری هم به اون دست یابن. گرچه برای تحقق این موضوع هیچ تضمینی وجود نداره. بیشتر آدم‌ها هنوز در چنگ نفسانیت خیش گرفتارن. همزاد با ذهن خیش و تحت سلطه اون. اگر اونها به موقع خود رو از چنگ ذهن رها نکنند، توسط ذهن نابود خواهند شد. اونها دچار سردرگمی روزافزون تضاد درونی، خشونت، بیماری، افسردگی و دیوانگی خواهند شد. ذهن نفسانی به یک کشتی در حال غرق شدن میماند. اگر از ذهن بیرون نپری، با ذهن فرو خواهی رفت. نفسانیت جمعی خطرناکتر و ویرانگرتر از نفسانیت فردیه. اگه آگاهی بشری تحولی بنیادی پیدا نکنه، چه بر سر این سیاره خواهد اومد؟ اغلب آدم‌ها برای اینکه دمی از شر ذهن خلاص بشن، ترجیح میدن ترقی معکوس کنن، یعنی به سطحی پایین‌تر از سطح فکر برگردن. همه شب موقع خواب این کار رو میکنن، اما بعضیا به سکس، الکل و مواد مخدر دیگه رجوع میکنن تا به این ترتیب فعالیت‌های افراطی ذهن رو سرکوب کنن. بدون الکل، مسکن‌ها، داروهای ضد افسردگی و مواد مخدر گوناگون، دیوانگی و حماقت ذهن بشر بیش از اینها فاش می‌شد. به عقیده من، اگر این مواد رو از آدم‌ها بگیرن، نیمی از مردم کره زمین به تهدیدی جدی برای خود و دیگران تبدیل می‌شن. اما این مواد هرگز نمیتونن تو را از باطلاق ذهن بیرون بکشن. نقش این مواد اینه که مانع شکستن الگوهای کهنه ذهنی تو میشن و به این ترتیب بیداری و آگاهی تو رو به تعویق میندازن. شاید این مواد برای شکنجه های ذهن تسکینی باشه، اما مانع رشد حضور آگاهانه تو برای فراتر رفتن از ذهن و تحقق آزادی حقیقی تو میشن. رجعت به مرتبه‌ای فروتر از مرتبه ذهن که مرتبه پیش از تفکر و مرتبه حیوانات و گیاهانه تو رو از اسارت ذهن رها نمی‌کنه. عقب‌گرد ممکن نیست. اگه قرار نسل بشر باقی بمونه، باید انسان به مرتبه بالاتر از ذهن صعود کنه. آگاهی در میلیون‌ها صورت در جهان بست می‌یابه. بنابراین اگر همت نکنی و صعود نکنی، برای جهان بیکرانه اهمیتی نداره. اگر تو بمانی، آگاهی خود رو در صورت‌های دیگه جلوه‌گر خواهد ساخت. اما همین که من اینجا سخن میگم و تو به اون گوش میسپاری، حاکی از اینه که آگاهی تازه برای خود روی این سیاره جایی باز کرده. این آموزه‌ها شخصی نیست. من چیزی به تو یاد نمیدم. تو عین آگاهی هستی و به خود گوش سپرده ای. در اینجا من و تو هر دو چیزی رو می سازیم به نام آموزه اینو. در هر حال کلمات فی نفس ارزشی ندارن. آنها خود حقیقت نیستن. فقط به حقیقت اشاره می کنن. من درباره حضور سخن میگم و در حین صحبتهای من ممکنه تو بتونی در این ساحت به من ملحق بشی.
گرچه هر کلمه ای که من استفاده می کنم تاریخی داره و از گذشتگان وام گرفتم، اما این کلمات حامل انرژی نیرومند حضوره و چیزی فراتر از معنای معمولی کلمات رو به تو منتقل می کنه. سکوت ظرفیت حضور بیشتری در خود داره. بنابراین وقتی به این کتاب گوش میدی، متوجه سکوت نهفته در دل کلمات باش. نسبت به شکاف ها آگاه باش. گوش سپردن به سکوت هر جا که باشی راهی آسون و مستقیم برای حضور پیدا کردن. حتی اگه پیرامون تو سر و صدا باشه، همواره سکوتی زیر صداها و یا بین صداها وجود داره. گوش سپردن به سکوت سکونی رو در درون تو به وجود میاره. تنها سکون درون توه که میتونه سکوت بیرونی رو بشنوه. سکون چیزی جز حضور نیست. آگاهی رهیده از صورتهای ذهنی. مسیحا تجسم حضور الهی تو. وابسته کلمات نشو. میتونی به جای حضور مسیحا رو به کار ببری. مسیحا ذات الهی توه. خود تو. تفاوت فقط در اینه که مسیحا به ذات الهی تو صرف نظر از این که به اون آگاه باشی یا نه اشاره داره. اما حضور به معنای ذات الهی توه که نسبت به اون آگاهی پیدا کرده. بسیاری از تفسیر و تعبیرهای غلط درباره مسیحا از بین خواهد رفت اگه دریابی که در مسیحا گذشته و آینده‌ای وجود نداره. گفتن این که مسیحا بود یا خواهد بود تناقضه. عیسی بود. او مردی بود که 2000 سال پیش از این زندگی میکرد و حضور الهی رو درک کرده بود. حقیقت ذات خیش رو. به همین دلیل میگفت پیش از این که ابراهیم باشه من هستم. او نگفت من پیش از آن که ابراهیم باشه بودم. در این صورت گفته او به این معنا بود که او هنوز در بعد زمان و صورت هاست. تعبیر من هستم در جمله‌ای که مضمون گذشته داره حاکی از انقطاع او از زمانه. عیسی می‌خواست معنای حضور رو مستقیماً منتقل کنه و نه از طریق فکر. او به فراسوی آگاهی اسیر زمان رفته بود، به قلمرو بی‌زمانی. بعد جاودانگی به جهان آمده بود. جاودانگی به معنای زمان بدون انتها نیست، بلکه به معنای بی‌زمانی است. بدین سان عیسی مسیحا شد، تجسم آگاهی ناب. در کتاب مقدس خدا نمیگه من بودم و خواهم بود. در این صورت خدا به گذشته و آینده واقعیت میبخشید. او میگه من هستم و در این من هستم فقط لحظه حال هست و حضور. تولد دوباره مسیحا استحاله آگاهی بشر و انتقال او از زمان به بیزمانی و حضور است. انتقال او از فکر به آگاهی ناب. اگه مسیحا فردا و در صورتی بیرونی تجسم میافت، به تو چه میگفت جز این که انالحق، من مظهر خداوندم، من حیات جاودانم، من در تو نیز هستم، من در اینجایم، من در لحظه اکنونم. آنها که مسیحای درونشان را به فعلیت می رسانند، آدم هایی هستند ساده و بی پیرایه. آنها به راحتی ندیده گرفته می شند. چشمان نفس نمی تونه اونها را ببینه. اگه به سوی استادی بصیر و روشن کشونده شدی، این به این معنیه که در تو به اندازه کافی مایه ای از حضور بوده که تونستی حضور اونو تشخیص بدی. در زمان عیسی، حلاج، بودا و دیگر راهبران بزرگ معنوی جهان بودند بسیاری که وجود اونها رو ندیده گرفتند. باز خواهند بود کسانی که فرزانگان رو فراموش کنند و به استادان دروغین پناه ببرند. نفس همواره جذب نفسانیت‌های دیگه میشه. ظلمت نمیتونه حقانیت نور را اقرار کنه. تنها نوره که نور را تایید میکنه. بنابراین گمان نکن که نور در بیرون از توه و یا فقط در صورتی خاص به تو میرسه. فقط
استاد تو نیست که مظهر نور الهیه. پس تو کیستی؟ اعتقاد به هر نوع استثناء حاکی از یکی انگاری خود با صورت هاست. یکی انگاری خود با صورت ها یعنی نفس. از حضور استاد بهرمند شو تا بتونی حضور خیش رو تحقق ببخشی. دست هستی با جماعت، جمع کسانی که از حضور ذات خیش بهرمندن، میدان انرژی ویژه‌ای رو پیرامون خیش به وجود میاره. جمع هوشیاران نه تنها به فرد کمک میکنه تا حضور خیش رو پررنگ تر کنه، بلکه کمکیه برای آگاهی جمعی تا خود رو از اسارت ذهن رها کنه. جمع هوشیاران حضور رو برای افراد قابل وصول تر میکنه. با وجود این، باید در جمع حداقل یک نفر خاصیت آینگی پیدا کرده باشه، وگرنه کوشش های جمع بی ثمر میمونه و جمع به دامن نفسانیت میفته. کار جمعی بسیار خوبه اما کافی نیست. از استاد خود معنای حضور و شیوه های تمرین اون رو بیاموز، اما وابسته استاد خود نشو.